اختلاس 10 میلیارد تومانی دیگر، این بار در بندر بوشهر، توقیف یک کشتی آمریکایی در تنگه هرمز توسط نیروهای حکومت ایران و پیامدهای آن. آنچه که آیت الله خامنه ای، آقای علی خامنه ای، ولی فقیه، رهبر حکومت فقیه در ایران امروز گفته است: مشکلات کلید حل مشکلات در ژنو و لوزان نیست، در داخل کشور است. آقای خامنه ای نگفته است که چه کسی باعث مشکلات کنونی در کشور شده است، چه کس یا کسان. و اختلافات در درون حکومت جمهوری اسلامی، چرا در نظام حکومتی ایران پس از انقلاب دولت همیشه اپوزیسیون بوده است به جای رسیدگی به مشکلات کشور و اجرای اوامر مردم، خواسته های مردم که حقوق بگیره آنهاست، دولت و دولتیان. و خبرهای دیگر با شما هستیم در این شماره از تفسیر خبر. با سلام از لندن، لندن بارانی با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. از شبکه تلویزیونی ایران فردا آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد و در ترکیه، آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز سلام به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی عزیز، به همکارانتون، به بینندگان برنامه شما و همچنین به آقای مازیار شکوری. و سلام به شما آقای شکوری گرامی در ترکیه. سلام دارم خدمت شما جناب چالنگی، همراهان شما، بینندگان، شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای اعتمادی گرامی. آقای اعتمادی عزیز، به ما از هوای استکهلم میگید، سرد، بارانی، آفتابی، هر دو، هر سه، همه چجور هست اینجا که بارانی است و بدجور؟ استکهلم جناب چالنگی هوا هم آفتابی است و هم ابری است، ولی خب در مجموع هوا رو به گرمی است، درخت‌ها شکوفه کردن و گل‌های وحشی در این دو سه روز اخیر سر از خاک بیرون آوردن و تقریبا چهره بهاری به خودش گرفته. خب هوای تهران باز هم اشاره بکنیم، پایتخت نشین های ایران بهتر میدونن آلودگیش به چه میزان هست. متاسفیم، امیدواریم روزی هوای پاک، هوای تازه در تهران و همه ایران باشه. اما در عرصه و سرزمین اقتصادی، سرزمین مربوط و سرزمین سفره مردم، بادهای مناسبی برای گروه خاصی میوزه. در بوشهر بیش از 160 میلیارد تومان، من در صفر همیشه اشتباه میکنم، مثل اینکه 99 تا صفر داره میلیارد نیست، بله، اختلاس. و این اختلاس آقای اعتمادی قضیه چی هست که به عنوان خبر اعلام میشن رسانه های خبری؟ آقای خامنه ای هم سخنان امروزش گفته که مسئولان جلوی فساد را به معنی واقعی کلمه بگیرن. ظاهرم است که خود مسئولان اهل فسادن، از جمله در بوشهر. چه کسی مسئولان این
چون مسئول و مسئولان این فساد کیا هستن در ایران؟ بله، ببینید آقای چلنگی، مسئله اینه که من از این اشاره که شما به آخرین سخنان آقای خامنه‌ای کردید که ایشون امروز گفتن که مسئولان بایستی که جلوی به اصطلاح کسانی که مسبب این نوع فساد هستند رو بگیرن، مسئولین نقش مطبوعات رو ندارن که فقط بخوان خبر بدن، بلکه باید طبق قانون جلوی اینها گرفته بشه. اما آقای خامنه یادشون رفته که همین چند روز پیش هم فرمودن که پرداختن به این مسئله، البته این چندمین باره که آقای خامنه این مسئله رو به این شکل مطرح کرده بودن، که مطرح کردن بیش از حد مسائل مربوط به اختلاس ها باعث از بین رفتن اعتماد در جامعه میشه، باعث نگرانی و ناامنی در جامعه میشه. خب بنابراین باید از آقای خامنه پرسید که مسئولین چه کار بکنن اگر مسائل بخوان مطرح بکنن، دامن بزنن. شما میگویید که مطرح نکنید، امنیت از کشور بیرون میره، مردم اعتماد شما از دست میدن، و بعد وقتی که شما میبینید دوباره مسائل مربوط به این اختلاس ها به طور وسیع و گسترده داره تأثیر میگذاره، خب ایشون میاد از خودش سلب مسئولیت میکنه با این حرف. یعنی میخواد بگوید که من یکی از افراد پاک و منزه هستم، در مورد مسائل مربوط به اختلاس ها هیچ گونه دخالتی ندارم و شر این مسئله رو به گردن و به عهده دولت میاندازه. و این بازی به نظر من مسخره سالهاست که ادامه داره. شما در گذشتم، همه ما البته در گذشتم دیدیم که هر بار احیانا دولتی یا دستگاهی قضایی یا هر چیز دیگری خواسته در این مورد اشاره‌ای بکنه، موجی از اعتراض و تناقض‌گویی در این مورد مطرح شده و هیچ وقت هم اختلاس کنندگان اصلی معرفی نشدن، هیچ وقت هم اختلاس کنندگان اصلی مجازات نشدن و حتی مصادره اموال هم به اون معنا صورت نگرفته. موارد بسیاری هست که میشه بهش اشاره کرد که چگونه برخی از این افراد به عنوان مسئولین دولتی به طور قانونی بعد از حتی برملا شدن مسئله اختلاس اونها تونستن از فرودگاه خارج بشن، به کانادا مسافرت کنن و در اونجا زندگی جدیدی رو آغاز بکنن. بنابراین به هیچ وجه به این نوع موضع‌گیری ها که امروز مشاهدش هستیم در رابطه با افشای اختلاس ها یا عاملین اختلاس ها نباید باور کرد. اینها مسائلی است که فقط میتونه فشارهایی رو که امروز در جامعه روی مردم هست، بدبینی ها و ناامیدی ها رو برای چند روزی تقلیل بده و شرایط رو به اصطلاح قابل تحمل بکنه. اما واقعیت اینه که همونطور که عرض کردم، انتظاری برای از بین بردن فساد در حکومت اسلامی در رابطه با اعمالی که مقامات رژیم تا بال انجام دادن، سوء استفاده های مالی کلان و غیر و غیره نباید داشته باشه. بله، آقای خامنه ای از جمله گفته که تقویت در رونق تولید داخلی این به اصطلاح یکی از مسائل موضوعات کلیدی است. خب این همه میدون یکی از موضوعات کلیدی است. به قول معروف گفت از کرامات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت تقویت و رونق تولید داخلی چیز بسیار مهمی است. اما آقای شکوری عزیز، ببینید آقای خامنه‌ای آمده همون نشاره کردن آقای اعتمادی، آقای خمینی هم در روز کارگر آمد و گفتش که خداوند یک کارگر بود. این حرف چه مفهومی داشت در عمل من زیاد هنوزم متوجه نشدم. خداوند بزرگ بر بندگانش من فکر میکنم به یک شکل نگاه میکنه، بر مخلوقات خودش، بر آنچه که آفریده، این همه هستی بی نهایت رو که بحثی است جدا. اما آقای خامنه ای آمدن و حرفهایی زدن که این که پیامبر اسلام دست یک کارگر رو بوسید، بوسه بر دست کارگر زد، یک تعارف نیست بلکه تعلیم است. بله تعلیم هست، اما پیامبر اسلام خود کار میکرد. امام اول شیعیان به روایت همین روحانیت شیعه حتی در زمانی برای یک مالک کلیمی در نخلستانش کار میکرد.
و خلفای دیگه. ما روحانیونی که حکومت میکنن هیچ کدوم سابقه کارگری رو نداریم. و بعد سینه به تنور چسباندند رهبر جمهوری اسلامی، این که کارگر باید چنین و چنان باشه و باید بیکاری ها، تعویق ها و مشکلات به زندان ها اشاره نکردن در آستانه روز کارگر. رهبر حکومتی چنین سخنانی رو وقتی میگه و ولی واقعیت رو در عمل ما میبینیم که کارگران در زندان زیر شکنجه کشته شدن، در زندانهای خود آقای خامنه‌ای، مثل افشین اوسانلو، ستار بشتی، کارگرانی همین دیروز و امروز به زندان رفتن مثل آقای مددی و بقیه و در زندانن. اینها رو شما چطور کنار هم که میذارین چطور تفسیر میکنید گفته های امروز آقای خامنه‌ای رو و واقعیت هایی که وجود داشته از روز 23 بهمن ماه تا به امروز و در دوره خود آقای علی خامنه‌ای؟ متاسفانه صدا با سیما در مورد آقای خامنه‌ای هیچ گونه تناسبی ندارد. اصولا آقای خامنه‌ای و روحانیون یاد گرفتن که بعضا صحبت های خوبی میکنن، فرمایشات خوبی میکنن، بسیار نیک، اما عملکرد آنها برعکس صحبت های اینها هست و اون چم که برای جامعه مهم هست و آنچه که ملموس هست عمل کرد هست. همین اخیراً ظرف همین چند روز اخیر موج بازداشت های کارگران در آستانه روز جهانی کارگر شدت گرفته، حتی کارگرانی را از سندیکای کارگری اتوبوسرانی دستگیر کردن فقط به این جهت که اینها در روز جهانی کارگر میخواستن دست گل و شیرینی در محل کار خودشون پخش کنن. حتی کارگری را در کردستان دستگیر کردن، اون هم سر کار ساختمانی. اینها همه نشان میدهد که آقای خامنه‌ای در عمل خودشون هم اعتقادی به اون چه که صحبت میکنن ندارن و صحبتهای ایشون بیشتر به نظر میرسد که بخواد برای خوراک داخلی باشد یا حالا برای خوراکی هم برای این مسلمانهای دور اطراف خلیج فارس باشد. در عمل چنین چیزی نیست و البته این فقط هم وضعیت کارگران نیست. الان وضعیت ایران به گونه‌ای شده است که ایران شده است متاسفانه بیابان. همین چند روز پیش آقای عیسی کلانتری که وزیر کشاورزی آقای هاشمی رفسنجانی بود، ایشون آمار ارقامی میدادن در مورد خشکسالی در ایران. خیلی متاسفانه جالب بود، ایشون میگفتن که به خاطر عدم کارشناسی از سالهای پیش وضعیت خشکسالی در ایران با آنجا رسیده است که در آینده 50 میلیون ایرانی باید از ایران مهاجرت بکنن. همه چین آمار ارقامی میدن یا آمار ارقام هایی که الان ما در دست داریم که از 6000 روستا در ایران 3100 روستا تخلیه شدن. اینها نشون میدهد که عملکرد آقای خامنه‌ای در هیچ زمینه ای مورد قبول نبوده. ایران رو ایشون بیابان کردن، ایران رو ایشون متاسفانه به یک ویرانه تبدیل کردن. با این دولت رانتی که دارن متاسفانه گرفتاری های زیادی رو برای مردم ایران به ارمغان آوردن و همونطوری هم که شما فرمودید و آقای اعتمادی هم فرمودن، روزمره فسادهای مختلف سیاسی، فسادهای اقتصادی رو ما در همین زمینه ها مشاهده میکنیم و وضعیت متاسفانه به گونه ای شده است که هیچ گونه امیدی نمیشود داشت. شما شرکت اینها رو به عنوان یک خوراک برای مصرف داخلی و حاشیه خلیج فارس آقای خامنه‌ای میگه، اما آیا این خوراک هنوز طعمی داره، خورنده‌ای داره بعد از 36-7 سال که آمدن بر منبر بهترین موعظه ها رو کردن؟ حالا بهترین و بدترین من کار ندارم، ولی چون این حرفایی رو زدن، دل سوزاندن مثلا برای طبقه کارگر، اما جلوی چشم مردم اتفاقاتی میفته که با این حرفا بسیار متناقض. یا به زمان حافظ برگردیم، چون به خلوت میروند آن کار و بعد دو سه کار اضافی دیگه هم میکنند. این خوراک، خوراک شب مونده، خوراک 36-7 سال مونده همچنان به خورد مردم میره یا نه دیگه چندون اشتها برانگیز نیست؟ چون این
اون چیزی که امروز مشاهده می شود، این خوراک کماف سابق دیگر به خورد مردم نمی رود. به عبارتی حنای آقای خامنه ای دیگر رنگی ندارد. ریزش نیروها هر روز از حکومت ولایت فقیه مشاهده می شود. اون پشتوانه اجتماعی رو که اگر از روز 22 بهمن داشتن بخوایم حساب بکنیم، روزمره این پشتوانه ریزش کرد و الان جامعه ایران به اون حد بی‌اعتماد شدن که نسل‌های جدید نه حتی ناهنجاری بلکه بی‌هنجار شدن، یعنی کلا نسبت به همه چیز بی‌تفاوت شدن و احتمالاً آقای خامنه ای هم تا حدودی این قضیه رو میدونن و درک کردن. اینم عاملش هم همین عملکرد آقای خامنه ای و حکومت ایشون هست که کار رو به اینجا کشیدن. اگر آقای خامنه ای الان راستش رو هم بخواد بگوید کسی قبول نمی‌کنه. کما اینکه یک مورد دیگر هم هست، الان شما اگر نگاه کنید تلویزیون جمهوری اسلامی در داخل کشور اونچنان بیننده ای ندارد. اگر هم مطالبی را بعضی اوقات نشان میدن در صدا سیمای جمهوری اسلامی، در همین شبکه های مجازی هست که برخی از مردم ایران میبینن یا میشنون، حالا بعضی اونها را به صورت کلیپ درست میکنن. یعنی کلا مردم دیگر حاضر نیستن که به صحبت های آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون گوش بدن. بخش زیادی از جامعه الان اینگونه شدن، حتی استماع اون را هم مورد قبول خودشون نمیدانن. میشه گفت اون شعار انقلابی که میدادن توپ تانک مسلسل دیگر اثر نداره، توپ تانک مسلسل و ضمناً این خوراک شب مونده دیگر اثر ندارد، از حرف شما میشه همچی تعبیری کرد؟ دقیقا میشود، چون الان شواهدی که ما داریم میبینیم همین هست. شما الان که آقای خامنه‌ای همین فرمایش رو کردن، اگر نگاه بکنیم همزمان با صحبت این آقای خامنه‌ای در مورد کارگر و این مسائل، شما نگاه کنید ببینید و در همین روز چند کارخونه، چقدر کارگران در سراسر کشور اعتصاب کردند، چه حالا با هماهنگی با همدیگر باشد چه به صورت جست و گریخته باشد. و اگر میخواستن گوش به صحبت آقای خامنه‌ای بدن، اگر صحبت آقای خامنه‌ای نافذ بود که اینها به این وسعت دیگر اعتصاب نمیکردن. خب آقای اعتمادی، ببینید در ایران اتفاقات بسیاری افتاده، به خصوص در ارتباط با جوانان ایرانی. گیرم که جوانی خلافی کرده باشه، گیرم که جوانی پسری به دختری متلکی گفته باشه که ناشایست بوده، کل متلک گفتن یا هر اقدام دیگه، به هر حال و دیدیم از جمله در دولت آن یکی پرزیدنت احمدی نژاد، قبل از این یکی پرزیدنت که حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی باشه، جوانان رو بر ماشین روباه سوار کردن و اینها و به علف به اونها خوروندن که تنبیه بشن و متنبه بشن. حتما تصویرهایی داریم در این زمینه، حتما دیدین بینندگان ما. کنار این برای کسانی که سرقت کردن دستهایی قطع شده، انگشتانی قطع شده، شلاقهایی بر گرده از فقر به ستوه آمده ای که دستی به دزدی ناچیزی دراز کرده بود خورده، همه اینها رو میدونیم و بسیاری اتفاقات دیگه. آقای خامنه‌ای اما چنین گفته که مسئولان جلوی فساد رو به معنی واقعی کلمه بگیرن. به معنی واقعی کلمه، به معنی واقعی در عمل باید بگیرن، اون شاید کارساز باشه، اما در عمل میبینیم که مسئولان، بسیاری از مسئولان دست اندر کار فساد هستن. حتی نمایندگانی که به عنوان نماینده مجلس در مجلس نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نشوندن، هم صداشون در اومده که پول گرفتن و به اونها پول داده شده، بابک زنجانی و بقیه. از این پرونده ها خبری نیست. خبر مفصلی امروز من دیدم درباره معاون دادستان بوشهر که قطعا شما هم دیدین، 40,000 برگ چک و حواله و تا آخرم شهر داده، 167 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم ردیف اول پرونده پرداخت کردن و گفتم اومدن تا پایین. شما خبر رو میخونین، دو صفحه هم هست، معلوم نیست متهم کی، اسمی از متهم نیست. این همه آبروداری، شاید درسته در سیستم های قضایی بسیار درسته تا گناهی ثابت نشه کسی رو در ملأ عام مطبوعات اجازه ندارن اسم ببرن با قید، و در سوئد هم چنینه، در آمریکا هست، در انگلیس
سوئد من واقعا قطعا نمیدونم ولی قاعدتا باید همین باشه. اما در جمهوری اسلامی که چنین رفتار میکنن با بسیاری 167 میلیارد تومان در بوشهر هف و میل میشه، همه شرح ماجرا هست الا متهمان کیا هستن، یا اگر هست در جاهای میم ر دال زال قضیه چیه؟ اینها آدم هایی هستن غیر وابسته به حکومت یا نه در درون حکومت؟ چجوری میشه 167 میلیارد تومان که من نمیدونم چه مبلغی میشه اینو هیف و میل کرد تا یه چند سال در کنار نمایندگان ریز و درشت ولی فقیه در بوشهر؟ به چه شکل؟ جناب چالنگی ببینید، نقطه که شما اشاره میکنید در مورد انواع فسادهایی که در جامعه ایران وجود داره، خب این تو تمام عرصه‌ها خیلی گسترده است. ما حتی اگر به چند نمونه اخیر همین اتفاقاتی که در به طور مرتب در ایران میفته اگه بخوایم اشاره بکنیم، این درصد فساد رو در تمام عرصه‌ها رو میتونیم کاملا ببینیم. و همونطور که شما اشاره کردید، به نظر من عامل اصلی تمام این فساد هم در درون خود دستگاه حکومتی وجود داره. این رو شما نمیگید، بنده هم نمیگم، آقای شکوری هم نمیگه، مخالفین این حکومت هم نمیگه، خود آقای جهانگیری به عنوان یکی از به هر حال اعضای مؤثر دولت آقای روحانی میگن که آقا در طی 6 7 سال دوران رژیم دولت گذشته معادل 700 میلیارد دلار معلوم نیست چی شده. خب آخه 700 میلیارد دلار که دیگه با اختلاس مثلا 12000 میلیارد تومانی و اینا که اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی دولت ها میان میلیارد ها دلار، صدها میلیارد دلار بودجه این کشور رو، ثروت ملی این مردم رو چپاول میکنن، هیف و میل میکنن، میدزدن، غارت میکنن، خب ما دیگه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از فلان رئیس بانک یا فلان شرکت وابسته به اصطلاح به دستگاه‌های حکومتی که این کارو نکنه؟ نه. یا به طور مثال همین اتفاقی که چندی پیش در تهران افتاد، نبه آیت الله ربانی شیرازی به عنوان یکی از معتبرترین آیت الله‌هایی که نزدیک به آیت الله خمینی بود در اوایل انقلاب، به نام محمد حسین ربانی، در بعد از بازگشت از یک مهمانی که معمولا این جوانان با هم دیگه دارن، در کنار دوست دخترش یا دختر خانومی که به عنوان همراهشون در اتومبیل پرشه زربنگ خودشون بود، با سرعت 200 کیلومتر در ساعت در یکی از خیابان‌های تهران تصادف میکنن و کشته میشن. و مسئله تا جایی گسترش پیدا کرده این نمونه اتفاقات، حالا یکیش میاد توی مطبوعات، من نمیدونم چطور این خبر مثلا دو رفته، مگه ممکنه نوه ربانی آیت الله ربانی شیرازی مواد مخدر استفاده کنه تو مهمونی؟ بعد عکس بیاندازه تو مهمونی، با دوست دختر رسمی خودش قهر میکنه، با یه دختر دیگه از اون مهمونی خارج میشه و چند دقیقه بعد به خاطر انجام یک چنین عمل به اصطلاح نادرست، یعنی سرعت بیش از حد، پشته میشه. آقای خامنه‌ای مجبور میشه رهبر انقلاب بیاد بگه که آقا جلوی این مساله بگیرید، این اتومبیل هایی که با سرعت زیاد میرن و اتومبیل های گرون قیمتی هم هستن جلوشون رو بگیرید. من مطمئنم شما و همه ما نمونه های اینا رو زیاد دیدیم. من یه نمونه دیدم، باز براتون مثال بزنم، یه جوانی با پدرش در جاده های ایران داره مسافرت میکنه، نمیدونم کجاست، خود رسانه دولتی جمهوری اسلامی اینو خبر گرفته و پخش کرده، 220 کیلومتر سرعت میره، پلیس راهنمایی بعد از مدت ها تعقیب مجبور میکنم این اتومبیل متوقف بشه، وقتی میرن تو، وقتی این اتومبیل رو میگیرن و از توی این اتومبیل سرنشینانشون که یک پسر پدر هستن میاد بیرون، پدر میگه آقا من به عنوان پسرا چیز مجبور جنگی هم، چی بهشون میگن اینا، و جانباز جنگی هستم و اعتراض میکنه به پلیس که چرا جلوی منو گرفتی. خب یه اتومبیل بنز چند صد میلیون تومانی، میلیارد تومانی، من دیگه قیمت این اتومبیلا رو نمیدونم در ایران واقعا چقدر هست. خب میگه که تو، پلیس میگه آقا این غیر قانونی بوده، و این جانباز انقلاب میگه که آقا تو کاری نمیتونی بکنی، اگه جرأت داری مثلا این ماشینو بردار توقیف کن. من میخوام خدمتتون عرض کنم آقای چالنگی، ما دیگه از این مرزها گذشتیم، ایران یک کشور بی ثباته از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و غیره و غیره، یه حکومت فاسدی بر سر کار هست
که دزدی میکنه، اختلاس میکنه، جنایت میکنه، زندان میکنه، به گروه های به اصطلاح هم مسلک خودش در خارج از ایران کمک های مالی کلان میده و غیره و غیره، منطقه را امن ناامن کرده و مردم هم در برابر یک چنین حکومتی، حداقل بخشی از مردم، متاسفانه این همون عمل میکنن، بیقانونی میکنن، به خودشون صدمه میزنن، نمیدونم چیزی که اجتناب ناپذیره. یعنی جامعه‌ای که از رأسش تا پایینش دچار فساد شده باشه قابل کنترل نیست، قابل به اصطلاح نظم پذیر نخواهد بود، مگر اینکه این سیستم و نظام باید تغییر بکنه. بنابراین پرداختن ما به این مسائل که خیلی هم درسته، یعنی روشن کردن و به اصطلاح به نوعی روشنگری کردن تأثیر خواهد داشت، اما باید این واقعیت رو بدونیم که مسائلی از این دست به سادگی قابل حل نیست. نمونه که مثلا خود آقای شکوری هم بهش اشاره کردن همین اعتراضاتی که الان در ایران داره صورت میگیره، معلمین، کارگران، اعتصابایی که انجام میشه، اینها به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی این اعتراضات رو میکنن، ولی نتیجه چه خواهد شد؟ در بهترین حالت اینا جلوی مجلس میرن، در جلوی ساختمان دولتی اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن و بعد از یه مدتی خب خسته میشن و برمیگردن، و وقتی هم که خسته شدن رژیم میره سراغ فعالینشون، چندتایی از اونها رو که سازمانده این قضایا بودن رو میگیره، زندان میبره، شلاق میزنه و دوباره ماجرا میخوابه، و اینا باز دزدی ها و اختلاس ها و انواع به اصطلاح خرابکاری های خودشون رو ادامه میدن. و من فکر میکنم که این شرایط و این وضع داره عادت میشه برای ما، برای مردم ایران، برای همه ما، که آقا گویا آقا همه جای دنیا اینجوری عمل میشه. خب اینطوری نیست. یعنی این ناامنی، این بی‌عدالتی، این بی‌نظمی، این دزدی‌ها، این اختلاس‌ها، این دروغ گفتن‌ها، این اچاف به حقوق مردمی یک کشور در هیچ کجای دنیا نیست. حتی در کشورهای منطقه به هیچ عنوان به این شدت و به این حدت انجام نمیشه این مسائل. بنابراین من میخوام بگم که این نظام اصولا غیر از این طور دیگه نمیتونه عمل بکنه. حالا چهار نفرم یه جا بگیرن به قول شما علف به خوردشون بدن، شما نگاه کنید اونا که علف به خوردشون میدن اینا بچه سردارها نیستن، اتومبیل های پورشه سوار نشدن احیانا، حالا در یه جایی احتمالا به قول شما متلکی گفتن یا اینکه زورگیری کردن، دزدی کردن، اینها رو سوار کامیون میکنن تو شهرهای بزرگ به خصوص، تحقیرشون میکنن، شلاقشون میزنن، زندانشون میکنن. اما آیا شده تا حالا از بین آقازادگان که در شمال شهرهای بزرگ در ساختمانهای عجیب غریب زندگی میکنن، اتومبیل‌های چند میلیاردی سوار میشن، تا جایی که به خودشون صدمه نزنن شما هیچ گونه اطلاعاتی راجع به این افراد نمیبینیم؟ فقط ما میبینیم قصرهایی بنا شده، اتومبیل‌های چند میلیاردی در شهر خیابانهای شمال تهران به اصطلاح در دست دختران و پسران جوان هست که دارن به اصطلاح تفریح میکنن و سواری میکنن با این اتومبیلا و چیزهایی از این دست. اما ما هیچ وقت نتونستیم، شما میگید چرا اینا اختلاس کنندگان رو ما نمیشناسیم، ما حتی این بچه‌هایی که تو این اتومبیلا میشناسن رو نمیشناسیم. آخه کجای شما، کجای دنیا شما دیدید یه جوان 22 ساله یه ماشین چند میلیارد تومانی یا نمیدونم 100 میلیون دلاری سوار بشه؟ نه در امریکا چنین وضعی هست شما میدونید، نه در انگلستان هست، نه در اروپا هست، اینجا که کشور سوئده به هر حال یه چیزای سنت‌های سوسیال دموکراسی هم برای حاکمه، ابدا همچین خبری نیست. یعنی شما اگه اینجا یه ماشین، یه اتومبیل متوسط الحال هم از یه دسته بچه ببینید، این مردم بلافاصله تو ذهنشون میاد که این بچه این اتومبیل از کجا آورده. حتی داشتن یک چیز خیلی لوکس برای مردم سواله. به همین خاطره که عدالت اجتماعی اما تو این جامعه وجود داره، نظم وجود داره، قانون وجود داره، امنیت وجود داره و هیچ کس حقوق دیگری نمیتونه اچاف بکنه. اینجا جنگل ایرانه که ما میبینیم یک چنین روابط و مناسباتی هست، حقوق میلیون ها انسان پامال میشه تا یه سری آقازاده و نمیدونم وابستگان به خانواده اشرافیت در حکومت اسلامی ایران بتونن این جنایات رو بکنن، این بیحقوقی ها رو انجام بدن و جامعه رو به اضمحلال و انواع فسادها بکشونن. و تفسیر شما آقای مازیار عزیز، تفسیر شما رو آنچه که آقای اعتمادی گفت تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست؟ اون چیز فرمایشی که آقای اعتمادی کردن کاملا واقعیت داره. نگاه کنید آقای چالنگی، الان اخباری منتشر می شود از داخل خود حاکمیت، از داخل جناح های حاکمیت در مورد مثلا شما حساب کنید اختلاس ها،
این که چرا اونهایی که اختلاس میکنن، اونهایی که به عنوان متهم هستن، متهم این اخبار، اسامی آنها گفته نمیشود. بله، به جهت قضایی تا حکم صادر نشده است نباید این اسامی گفته بشود، در این هیچ گونه شکی نیست. اما بس این است که حتی زمانی هم که حکم صادر می شود ما اسامی این آقایان را نمی دانیم، یا حتی زمانی که حکم صادر می شود مثل حکم فرزند آقای هاشمی رفسنجانی ما اسمشون را می دانیم، اما هیچ گونه اطلاعی ما از روند پرونده و روند دادگاه نداریم. اینها چه علتی دارد؟ برمی گردد به این که چه چیزی باعث شده است که این حد ما فساد اقتصادی در درون حاکمیت ایران داشته باشیم و این فساد به کل جامعه ایران هم رخنه کرده باشد. این برمیگردد اصل قضیه به اینجا که حکومت ایران یک حکومتی بر مبنای حقوق شهروندی، حقوق برابر همه شهروندان نیست، یک حکومتی هست ایدئولوژیک. و در اینجا مهم این است که چه کسی به یا چه گروه‌هایی به آقای خامنه‌ای بیشتر وفادار هستند، دست بیعت دادن بر مبنای همون رانتخاری‌هایی به وجود می‌آید، رانتخاری‌های انتصاری. در حوزه‌های سیاسی همچنین هست، در حوزه اطلاعات همچنین هست، در حوزه ورزش همچنین هست، در هنر و سینما همچنین هست، در اقتصاد هم مستقیم همچنین هست. اگر ما بخوایم دنبال تمام این مسائل رو بگیریم، الان شما نگاه کنید آقای فضلی به عنوان وزیر کشور رفتن در داخل مجلس، ایشون صحبتی کردن در مورد پولهای کثیفی که تزریق می شود به انتخابات های مختلف در کشور، ایشون یه سری صحبت هایی کردن. جالب این است ایشون گفتن که در فلان جزیره ای در ایران فلان قدر، یک اعداد ارقامی رو بردن گفتن که شرکت ثبت شده، بعد گفتن تمام این شرکت هایی که ثبت شدن همه با یک آدرس هست، با یک کد پستی هست. خب سوال اینجا مطرح می شود، آقا مگر در سیستم امروز اداری که همه چیز کامپیوتری هست که ما یه فیش مثلا آب و برق و گاز رو که در ایران می‌خوایم ببریم واریز کنیم کوچکترین ایرادی داشته باشد اونجا کامپیوتر اون سامانه اعلام می‌کند نمی‌شود، باید رفت اون رو اصلاح کرد بعداً آوردن کار اداری رو انجام داد، آیا چنین چیزی مقدور هست که شرکت‌هایی ثبت بشوند همه با یک آدرس، همه با یک کد پستی؟ چنین چیزی ناشدنی است. اما چرا می‌شود؟ این محصول همون حکومت رانتیست، به خاطر اینکه یه قدرت حاکمه‌ای دارد که این قدرت حاکمه ایدئولوژیک است، این قدرت حاکمه یه طبقه حاکمه‌ای را میخواد، حالا هم خود این قدرت حاکمه میآید و استفاده از این رانت ها میکند در اقتصاد، در سیاست، در جاهای مختلف، هم اون طبقه حاکمه‌ای که قرار هست که در بعضی جاها حامی این قدرت حاکمه باشد، هیئت حاکمه باشد. در مورد مسئله قاچاق کالام همین است که آقای خامنه‌ای چندی پیش گفتن که آقا اصلا آمار ارقام قاچاق کالا عجیب و غریب هست. خب این قاچاق کالایی که گفته می شود، آمارها، ارقامهای عجیب و غریب، گزارش هایی که به خود آقای خامنه‌ای میدن، مسلم خیلی بیشتر از اینهایی است که ما در اخبار روزمره داریم میشنویم، به خاطر اینکه تمام این گزارش ها رو به آقای خامنه‌ای میدن، اما آقای خامنه‌ای هم یعنی یک رانت اطلاعاتی دارد که به او همه گزارش ها رو میدن، همه گزارش ها به ما شما نمیرسن، مسلم ایشون بیشتر اطلاع دارن. خب وقتی این آمار ارقام نجومی هست به گفته آقای خامنه‌ای، معلوم هست که این قاچاق 4 تا مثلا خودکار نیست، این یک صد با حجم وسیعی است. خب چگونه این قاچاق صورت میگیرد؟ مسلم این هستش که نهادهای دولتی، نهادهای حکومتی، اطلاعاتی، نظامی، امنیتی از یک راهی دارن که اینها استفاده میکنن در این حجم وسیع. بس وقتی که این همه فساد ایجاد میشود، این فسادها را ما و شما در این پرونده ها ایجاد نمیکنیم، همانهایی هستن که رانت میگیرن از طریق این حکومت. متاسفانه در اولین این پرونده ها که مطرح شده بود ما موقع سنمون خیلی کم بود، فکر میکنم پرونده رفیق دوست بود در اون زمان که مطرح شد، تا الان هم که دیگه این چند سال اخیر هم ما بسیاری از این پرونده ها رو شاهد هستیم. بیشتر اینها هم که خبری میشود، باید بگوییم که اونجوری که تا الان ما دریافتیم بیشتر رقابت های داخل حکومتی هست، بر سر منافع و کسب قدرت هست. به خاطر همین هست که اینها اصولا اسامی
بیان نمی شود. اصولا ما از روند دادگاه های اینها پرونده ها هیچ اطلاعی نداریم و اگر هم این مسائل اصلا پیگیری نشود با این وضعیت خیلی بهتر است، به خاطر اینکه خود دستگاه قضایی ما نه. هم خودش رانتی هست، یعنی اگر اینها بخواهم بعضی افراد را راحت میبرن، دادگاهی میکنن، محاکمه میکنن و آوری اونها رو میبرن، اما این آقایانی که رانت دارن اینها رو محاکمه نمیکنن به هیچ وجه. در نتیجه در اینجا اونچه که پیش می آید خیلی اوقات با توجه به اینکه ما از روند پرونده ها اطلاع نداریم ممکن است که افراد بیگناهی این میان قربانی بشن، کما اینکه سر پرونده ای آقای رفیق دوست، آقای فاضل خداداد یک همچین سرنوشتی پیدا کردن، چندی پیش آقای امیر خسروی یک همچین سرنوشتی پیدا کردن. متاسفانه اگر این چنین باشد با این دستگاه قضایی با این شرایطی که در کشور ما حاکم هست بهتر است که اصلا پیگیری نشود. آقای اعتمادی عزیز، ببینید آقای حسن روحانی که باز دولت رو مثل اون یکی آقای احمدی نژاد مرتب میگن برادران قاچاقچی، من خواهم گفت کیا هستن، و قبل از اون خود آقای خاتمی و بقیه، کاری به این حرف گذشته ها فعلا نه، اما آمده و گفته که آقا این دلال های چی میگن، دلال های تحریم ها برن فکر یه کار دیگه ای باشن، یعنی این کسایی که از این تحریم ها استفاده میکنن و بسیار هم قدرتمند هستن از نظر سیاسی و اقتصادی در این ساختار حکومت ولایت فقیه. خب آقای روحانی شما خب رئیس جمهور بودین، همه هستید، یکی دو سال شورای امنیت ملی، همه شما این دلال های کیا هستن؟ چرا اینقدر قدرتمند بودن و هستن که حتی روی سرنوشت اقتصادی، سیاسی، همه چیز کشوری مثل ایران تا به این حد اثر گذاشتن که منزوی کردن که کار به جایی برسه کارگر ایرانی حتی حقوق نداشته باشه 6-7 ماه؟ اینا کیا هستن؟ چرا نمیان حرفا رو روشن بزنن، بیان بگن آقا وضعیت اینه، یه جنایی هست، از این وضعیت داره استفاده میکنه و این جنا اینها هستن، اگه خلاف شرع، خلاف هرچه که هست، از این حرفایی که بیان آقای خامنه ای امروز بزنه دولت اجناس خارجی مصرف کردن حرام است. شما بفرمایید قضیه چی هست؟ ما این مقداری در تلاشیم مثل خیلی از بیننده هامون سر در بیاریم. آخه این چه نظامی است که درش رئیس دولت اپوزیسیون هست؟ دولت موظف اجرای امور مربوط به مردم هست در بهترین وجه ممکن. یک رانم بالا پایین بشه در هر جای اینجا انگلیس یا کشور شما یا هر جای دیگه میکشن بیرون، آقا اینجا شما وزیر فلان بودید، حالا نه اینکه فسادم نباشه، نه به این شکلی که بفهم چی؟ بله جناب چلنگی، من فکر میکنم که ما واقعا باید یه روزی به این نتیجه برسیم که حرفای اینها رو و ادعاهای هیچ کدوم اینا رو از رهبر گرفته تا دولت هایی که بر سر کار میان دیگه نباید جدی بگیریم. شما به نکات جدی، من عذر میخوام ازتون حسن عزیز، من همینجا میپرسم جدی گرفتن من و شما یا کسان دیگه یک بحثه یا نگرفتن؟ بله. عمل شدن این حرفا در زندگی روزمره مردم یه حرفه. این جناح دلال های تحریم جناحیه که به قول خود آقای احمدی نژاد برادران و قاچاقچی شاید بخشیشه. همین امروز آقای خامنه ای میاد میگه که تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق. بله. این رو هم ازم واقعا داره عمل میکنه، داروی فاسد تزریق میشه، عزیزانشون از دست میدن، این داره عمل میکنه. حالا بنده شما بقیه جدی نمیگیریم یا میگیریم، حرف من این هست که این واقعا نوری تابیده بشه، دیده بشه آقای روحانی وظیفه شرعیش هرچی که هست، دولتی هرچی که هست، آیا این نیستش که این مسائل رو روشن کنه در جهت منویات مردم ایران؟ بفرمایید. کاملا درسته. من میخواستم به این چیز توضیح بدم خدمتون که ببینید گاهی آدم فکر میکنه که این آقای روحانی و آقای خامنه ای همین یک هفته پیش از سوئیس اومدن به ایران، اینا هیچ کدومشون فکر میکنم که نمیخوان قبول بکنن اینها جز بنیانگذاران حکومت اسلامی بودن. حکومت اسلامی ویژگی ها و یک سری مشخصات ذاتی درش وجود داره که در قانون اساسیش وجود داره
در فرمایشات رهبر این انقلاب آقای خامنه‌ای بود، در دستوراتی که دادن، فتواهایی که دادن، این وضعیت رو در جامعه ما تثبیت کرده. تثبیت بدین معنا که یک سری مناسبات اقتصادی، سیاسی، اگر بتونیم اسمش رو مناسبات بگیم، الان خدمتتون عرض می‌کنم، حالا یک سری مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در کشور ما اینها به اصطلاح به وجود آوردن و ساختن که نتایجش هم همین چیزایی است که من و شما به قول شما باید نور روش بیاندازیم تا هموطنان ما بتونن شاید مانند ما بیشتر و دقیق‌تر این مسائل ببینن. ببینید این ادعاهایی که آقای روحانی میکنن در امور مسائل مختلف، از جمله مسئله اقتصادی. اولا مسئله اقتصادی این که شما فرمودید که چرا دولت، هر دولتی که بر سر کار میاد چرا تبدیل به اپوزیسیون میشه. مسئله این استش که به طور مشخص اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد از پایان جنگ و با همت و سیاست آقای رفسنجانی، فرماندهان و سرداران سپاه که از جنگ برگشتن، اینها در امور مسائل اقتصادی دعوت شدن که بیان شرکت بکنن و به اصطلاح فعالیت داشته باشن. خب این سرداران در این پروسه چندین ساله با رشد اقتصادی، با نفوذ بیشتر در نهادها و ارگانهای گوناگون کشور، تونستن تبدیل به یک قدرت غول‌پیکر در برابر اینا شکست ناپذیر تبدیل بشن، یعنی در برابر رقبا. صاحب نفتن، صاحب به اصطلاح اقتصاد دلالی و بازاری، همونطور که آقای روحانی هم اشاره کرده، هم هستن. ارگانهای تبلیغاتی دستشونه، نیروهای نظامی دستشونه، نیروهای اطلاعاتی دستشونه، مرزهای آبی و خاکی و فرودگاه‌ها و همه چی در دستشونه و حالا رقبا نسبت به اونا سرشون بیکلا مونده و به همین خاطر هر دولتی که بر سر کار میاد میره سراغ برادران به اصطلاح برادران قاچاقچی. منظور برادران قاچاقچی همین فرماندهان سپاه هستند که بی ربط هم نیست، یعنی از قاچاق مواد مخدر شما تا بگیرید تا قاچاق تلفن و آیفون و یخچال و فریزر و تلویزیون و نفت، یعنی اینا حتی نفت رو هم بخشش رو تو سهمیه‌ای که دارن اون رو به صورت قاچاق و به صورت سیاه در آب‌های خلیج فارس میفروشن یا در بنادر کشورهای مختلف گوناگون. بنابراین جناب چالنگی عزیز، هر کسی که کنترل نفت رو در دست داره در ایران اون صاحب قدرته. حالا دولتی که میاد سر کار، اینا میخوان بیان تلاش بکنن که این کنترل رو از دست برادران قاچاقچی بیرون بکشن. خب این عملی نیست. آقای روحانی فقط میتونه به اصطلاح انتقاد کنه، میتونه کنایه بزنه، میتونه زبان تهدید به کار ببره که آقا این که ما تحریم را اگه ما بخوایم برداریم، بازار دلالان تحریم به اصطلاح کساد میشه، در صورتی که اینطور نیست. چون آقای روحانی نمیخواد قبول بکنه که آقا اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد ورشکسته است، اقتصاد دلاله. تحریمام که برداشته بشه، تمام اون 100 میلیارد دلار هم اگه به اینا بدن و اینا اگه بتونن تا سال 2007 میزان صادرات نفت رو به همون 2,500,000 بشکه که در دوران گذشته بود برسونن، باز نمیتونن این اقتصاد ورشکسته رو سر سامان بدن، به دلیل اینکه این اقتصاد اقتصاد دلال، اقتصاد تولیدی نیست، اقتصاد صنعتی نیست، اقتصادی که بتونه از طریق تولیدات کشاورزی ایجاد درآمد بکنه برای کشور ما نیست. اینها همه خوراکی است که به قول جناب عالی که بتونن هفته به هفته و ماه به ماه با جبسازی کردن در درون جامعه، ایجاد سراب کردن، ایجاد امیدهای کاذب کردن، مردم رو آرام نگه دارن تا ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه، تا یه دوره انتخاباتی ریاست جمهوری دیگه. یعنی هنوز آقای اعتمادی شما داریم میفهمیم پس هنوز مردم رو میشه امیدوار نگه داشت؟ پس برمیگردم حرف اولتون یا حرف آقای مازیار که این خوراک‌ها دیگه قابل خوردن نیست، پس هستن، پس میشه هنوز با این حرفا به قول شما مردم رو 6 ماه، 7 ماه، 1 سال امیدوار نگه داشت. ببینید من میخوام اینو بگم که مردم ناچارن به این امیدا دل خوش باشن، چون اگه این امیدا رو نداشته باشن بنابراین زندگی براشون مفهوم پیدا نمیکنه. به نظر من مردم ما ایرانی ها دچار یک نوع به نظرم مشکل روحی هم به یک معنا شدیم، حالا نمیخوام بگم روانی، به خاطر اینکه با این امیدای کاذب
دل خودمون خوش میکنیم. حالا دولت آقای روحانی میاد درست میشه. حالا اگر روحانی الان زمزمش اینه که احمدی نژاد برگرده بهتر میشه. شما ببینید آخه مشکلات ما یکی و دوتا نیست، یعنی مردم ما و خود ما هنوز به این نتیجه نهایی نرسیدیم که آقا با وجود این نظام و این حکومت هیچ چیزی درست نمیشه و ما یه روزی باید تصمیم قطعی خودمون رو بگیریم که به جای اعتراضاتی که مثلا الان داره صورت میگیره، هیچ اشکالی هم نداره، معلم ها برن جلو مجلس و جلو اداره آموزش پرورش و غیر و ذلک، بتونن حقوق خودشون رو مثلا یه درصدی بالا ببرن، یا اینکه نمایندگانش میکنن تو زندانن اینا رو بیارن بیرون. ولی اینا دردی رو دوا نمیکنه، چون جامعه دارای سیستم نیست که بخواد بهبود وضعیت رو به وجود بیاره. خوب آقای شکوری، تفسیر شما رو میشنویم. آنچه که آقای اعتمادی گفت و اینکه واقعا بر ایران کی حکومت میکنه، چون الان ما میبینیم دولت اپوزیسیونه، آقای خامنه ای هم حتی به نحوی اپوزیسیون هست، ایشون هم میاد از فساد ناله میکنه، از بیکاری، از اخراج کارگران، تعویق ها و مشکلات معیشتی و و و، ولی به هر حال کسی که خودش رهبره، یعنی مثلا یک رهبر معمولا بیاد در سالگردها کارنامه نشون بده، آقا کارگران ما وضعشون این بود 35 سال پیش، ما تحویل گرفتیم کشور رو، 35 سال 36 7 سال بعد داریم بعد وضع کارگرایی که در سود ویژه کارخونه ها بودن، در اینجا بودن، اونجا بودن، نمونه هاش بسیاره. ایران ناسیونال من دیروزم مثال زدم، آقای خیامی اونور، کارخونات دیگه، آقای لاجوردی و بقیه. حالا اونی که ما تحویل گرفتیم الان بفرمایید بهتر شده، ولی ایشون داره تازه به عنوان رهبر داره میگه که باید مشکلات معیشتی، اخراج ها، حقوق ندادن ها، خود ایشون هم داره. کی داره حکومت میکنه به ایران؟ اینا کیا هستن که اسمشون هم حتی رئیس جمهوری همین نظام و رئیس جمهوری پیشین همین نظام و رئیس اون یکی هم رفسنجانی هم که باز از ارکان حکومت هست، اونم صداش در اومد آقا ظلم فقط بیهجابی نیست، ظلم هست، شکنجه هست، این هست، همه شون اون یکی خاتمی و بقیه، کی داره حکومت میکنه؟ آقای چالنگی، در ایران اون چیزی که قانون اساسی میگوید، اون چیزی که خود آقایان پشت تریبون‌های نماز جمعه میگویند، اون چیزی که هیئت حاکمه دارد میگوید این هست که آقای خامنه‌ای دارد حکومت میکند، نه تنها در ایران حکومت میکند بلکه سودای این را هم دارد که امیرالمومنین بشود برای تمامی جهان اسلام. این را در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ما میبینیم که در اونجا میگوید ولی امر هم تمام امت. واقعیتش این هست که حکومت با حرف اول آخر رو آقای خامنه‌ای میگوید، همون گونه که قبلا آقای خمینی میگفت. اما تمام این آقایانی که امروز گلایگی میکنن، به قول شما دولت ها میشوند اپوزیسیون، اینها همه اینها نقش داشتن در این ویرانی که اکنون ما با اون دست به گریبان هستیم و گویی که اینها نبودن ما شما آقای اعتمادی مملکت را به این روز انداخته ایم. بیشتر یک حالت فرار به جلو دارن. اون بخش از فرمایشات آقای اعتمادی کاملا صحیح هست که فرمودن که اینها برخی ها، بعضی از جناها، بعضی از باندها در داخل حکومت سرشون بی کلاه مونده، خب مجبور هستن که بر سر یک سری منافع با یکدیگر یک جنگ و ستیزی داشته باشن. این یک مورد است. در مورد خود آقای حسن روحانی که الان میان برخی از صحبت ها رو میکنن، یا آقای هاشمی رفسنجانی، یک مورد رو باید بدانیم که اینها با توجه به اینکه در داخل چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستن و برای اونها این چه که به علت گذشتهشون مهم هست، چون اینها هم هویت خود را از جمهوری اسلامی میگیرن، یک موردش این است، و یک مورد فجایع گذشته ای که اینها دارن که واقعا گفتنی نیست و شما بهتر میدانید که به هر حال دست اینها به خونها آغشته است و اینها به هیچ وجه مایل نیستن که گذشته اینها افشا بشود. و در همین فضای خفقان هم هست که اینها یک نصف و نیمه توانستن که چهره روشنفکر، چهره آزادی خواه به خود بگیرن. در این فضای اختناق این مسائل پیش آمده. اما یعنی بفهم مازیار عزیز، ببخشید، یعنی اینکه اینها از نقش مخالف خانی برای گردونه، چون در تعزیه هم ما داریم، در تعزیه هست
مخالفان در تعزیه، حالا بس دیگه است. این یعنی مخالف خانی رو به هر حال میبینن یه نقشی است در صحنه سیاسی، لازم هست مخالف خانی دارن از این استفاده میکنن، منظور این هست برای گردوندن تعزیه. برخی هاشون این هست، الان آقای حسن روحانی دارن این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه آقای حسن روحانی احتیاج دارن که یک هیجانی را به جامعه مثلا تزریق کنن. اما بحث دیگری هم که اصلا اون سوالی که از سالی الان فرمودید این هست، نگاه کنید زمانی که بفرمایید چون در حال اتمام است، زمانی که اختناق روی میدهد سیاست هم میشود رانتی. الان مثلا آقای چالنگی نمیتواند حتی وارد ایران بشود، اگه برود فرودگاه امام بعدش کرام الکاتبین، کرام الکاتبین. اما آقای سید حسن خمینی الان میتواند صحبت کند، یک رانتی دارد، و وقتی هم که اینجور بفرگو صحبت میکند در فضای اختناق، مردمی که صحبت آقای چالنگی را نشنیدن و گوششون آشنایی ندارد، آقای سید حسن خمینی خودی به خود میشوند روشنفکر برای اینها. خب ممنون. البته به ایران همه میتونن برن، ولی مثل همون بیان هستی، آزادی بیان هست، پس از اون معلوم نیست چه خواهد بود. اون به جای خود کشتی ایرانی، شاید همین باندی که آقای روحانی اشاره میکنه، توقیف این کشتی آمریکایی ببخشید، در ادامه همون ماجراجویی ها یا سیاست هایی است که همین باند حاکم بر ایران، در واقع همون هایی که حتی رئیس جمهوری نظام هم جرأت اسپردنشون نداره، چون این ماجراهایی رو که وضعیت همچنان بحرانی بمونه، یکی اینه، امیدوارم در برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم. یک نکته را من همینجا سریع بگم، اشاره کردن که آقای خامنه‌ای میخوان رهبر شیعیان جهان باشن. آقای خامنه‌ای گفتن بوسه پیامبر بر دست کارگر یک تعارف نیست بلکه تعلیم هست. تردیدی نیست که کسی در دنیای اسلام، هیچ کس به خودش این اجازه رو نمیده، و جایگاه ویژه پیامبر اسلام جایگاه ویژه‌ای است و دست نیافتنی برای هیچ انسانی به اعتقاد مسلمانان و بسیار. این جای تردید و بحث نیست. اما حکومتی که مدعی هست آمده که آقای خمینی گفت که پیامبر اسلام درگیر غزوات مختلف بود، فرصت پیاده کردن حکومت اسلامی نداشت و امام اول شیعیان هم چنین، اما در این تلاش بود، هست این هست که نوه پیامبر اسلام امام حسین، امام سوم شیعیان، که سالیان سال قرنهاست بر اون عشق میریزن و کسب و کار روحانیت شیعه بر همین اساس هست، عاقبت ذوالجناح او که تعزیه‌ای هم داره و روزه های متعدد بر ذوالجناح سوار میشد. متاسفیم از درگذشت هر جوانی، هر کسی، در تصادفی هر کی که هست، حتی نوه ربانی شیرازی که خودش دستش به خونها آغشته بود، پدر بزرگی بود چون این کرد. اما آیا نوه های این پیروان پیامبر اسلام و امام اول شیعیان آیا ذوالجناح سوار میشن یا ماشین هایی که دیدید؟ سوالیست قابل اندیشیدن. این چه شباهتی هست بین حکومتی که مدعی هست نخستین حکومت الله بر زمین هست و آنچه که آقای خامنه‌ای نیز امروز گفت که رفتار پیامبر باید الگوی تعلیم باشه. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی گرامی، با سپاس بسیار. منم از شما ممنونم. و سپاسگزار هستیم آقای مازیار شکوری عزیز. بندم از شما سپاسگزارم. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردا شب تفسیر خبر آقای اوسانلو با ما خواهند بود و همچنین نماینده از جامعه معلمان کشور به مناسبت روز جهانی کارگر و معلمان. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و زبلان آسماری، کوساران دنادرات، دلهو، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.